أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون که خداوند خودش خوب هست. و همه نعمت‌های خداوند برای بندگان خدا هست. خداوند هدفش از ایجاد نعمت به سعادت و به خوشبختی رساندن بندگانش هست. و ما بکن من نعمت فمن الله، هرچی که نعمت در شما هست از جانب الله هست. منشأ نعمت الله و منتهای نعمت عباد الله. خداوند نعمتهایش را برای ما قرار داده که ما خودمان را با نعمت‌های خداوند با برکت بسازیم و توانمند کنیم. و بعد از اینکه با نعمت‌های خداوند خود را با برکت ساختیم و توانمند ساختیم، به عمران و آبادی زمین و زمانی که در اختیار ما و شما قرار داده شده بپردازیم. این هدف خداونده. همینطوری که ما امکانات را برای فرزندانمون فراهم میکنیم و دوست داریم که فرزندانمون بعد از استفاده از امکانات هنرهای زیبا به نمایش بگذارن، اخلاق زیبا به نمایش بگذارن، برنامه‌های خوب و مفید از خودشون نشون بدن، کارهای شایسته و کارهای خوب و ارزشمند از خودشون نشون بدن و بعد از نظارگری بر کارهای فرزندانمان احساس سرور و شادابی و خوشحالی و خرسندی به ما دست می‌دهد. و اگر فرزندان ما امکانات رو استفاده بکنن اما اون چیزی که مد نظر یک پدر خوب هست انجام ندهن، امکانات را و استعدادها را و فرصتها را پایمال کنند، در جهتی دیگر قرار بدهند، قطعاً پدر و مادر از مشاهده عملکرد فرزندشون ناراحت، رنجیده خاطر و اندوهگین خواهند شد. خداوند می‌خواهد که با وجود این همه نعمت‌ها سوژه‌های زیبا از بندگانش ببیند، هنرهای زیبا از بندگانش ببیند، توانمندی زیبا و به نعمت خدا صحبت کردن از بندگانش ببیند و آثار نعمت‌های خداوند
خداوند دوست دارد که در زندگی روزمره ما و شما و فرزندان ما و شما مشاهده بکند. اگر غیر از این باشد، خداوند رو ناراضی و ناراحت کردیم. پس امیدی نداشته باشیم که بعد از پایمال کردن نعمتهای خوب خداوند، خداوند نظر لطفی به ما داشته باشد. هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. جا داره که از همه شما تشکر بکنم به خاطر برنامه خوبی که برگزار کردید و برادرتون را در جمع صمیمی و ایمانی خودتون و جمع باصفای خودتون پذیرفتید و دعوت نمودید و اجازه دادید در جمع شما صحبتی داشته باشه، تشکر خالصانه داشته باشم. خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرمایند. و یک تبریک هم به مناسبت این کار خوب از دو جوان خوب. ازدواج کردن بسیار کار خوبیه. ازدواج کردن یعنی مسدود کردن دروازه بسیاری از فتنه ها و شروریت ها و بدی ها و منکرات و زشتی ها و رفتارهای ضد اخلاق و ضد ارزش. ازدواج یعنی قفلی بر دروازه جرم و جنایت و بیشرمی و بیناموسی و بیعفتی و بیحیایی زدن و دروازه تقوا و خدا ترسی و اخلاق و ادب و شکر و عفت و شرم و حیا و خوبی ها رو باز کردن. جا داره که به این دو جوان عزیز و دوست داشتنی، نور چشممان جناب آقای عبدالهادی عبداللهی اگر اشتباه نکنم و همسر محترمه ایشان، یک کار خوبشون که اقدام به ازدواج کردن. اگر اقدام به ازدواج نمی کردن، جامعه از جانب این دو جوان تهدید می شد. چون هر جوانی که ازدواج نکنه و به ازدواج تن در ندهد و به ازدواج که حلال خدا هست رو نیاورد، یعنی خطری جدی برای امنیت جامعه، برای استقرار جامعه، برای آرامش جامعه، برای خوبی‌های جامعه، برای ایمان جامعه، برای تقوای جامعه. این دو عزیزمون بسیار کار خوبی رو شروع کردن و این کار خوب اگر که همیشه خدا در همین طوری که ابتدای این برنامه مد نظرشون بوده، هدف از ازدواج به عفت رسیدن و خدا رو راضی کردن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجرا کردن، با این نیت و این قصد و این هدف اقدام به ازدواج کردن. اگر با همین قصد و نیت و هدف تا آخر عمر مشترکشون با هم باشن، قطعا ثمره این ازدواج خوبی های ممتد است، خیرها و برکت های طولانی هست. فرزندان صالحی و مصلحی و نوادگان و نتیجگانی که چه بسا در چنین شبهایی
فرزندانی به دنیا بیایند که دنیا را پر از علم خدایی، پر از اخلاق نبوی، پر از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنند و جامعه انسانی و اسلامی را بیدار و آگاه و مطلع بسازند و جامعه اسلامی را توانمند بسازند. نقش ازدواج با نیت خدایی، با نیت نبوی، با نیت خیر، به قصد رسیدن به طهارت و عفت و پاکی، قطعا جامعه مرتبط به اون افرادی با چنین نیتهایی قطعا اون جامعه را به طهارت میرساند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی آمار مجردا کمتر بشه پایین تر بیاد و آمار متأهلین در جامعه اسلامی بالاتر بره، بیشتر بشه، آمار جرم و جنایت در جامعه کمتر میشه و آمار خیر و خوبی و شادمانی و سلامتی و امنیت و آرامش و برکت در جامعه بالا میرود. این حدیث نبوی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند انجاکم من تردغن دینه و خلقه فزوجو، اگر کسی آمد که خواهان ازدواج با دختر شما بود، با فرزند شما بود، از دو چیز اون خواستگار و جوان راضی بودید، بهش بدید زمینه ازدواجشان را فراهم بکنید. شما که مسئولید، شما که ولی امر دختر هستید، اون دو چیز چیه؟ اون دو چیز گفته انجاکم من تردون دینه و خلقه، اگر از دین و ایمانش و اخلاق زیبای ایمانیش و اسلامیش راضی شدید حتما بهش بدید، و اگر چنین کاری نکنید، کسی صاحب دین و اخلاق به خواستگاری دختر شما بیاید برای حفظ عفتش و برای حفظ آبرو و عفت خانواده شما که با دختر شما داره ازدواج میکنه و اقدام به ازدواج با دختر شما دارد یا کرده، اگر این کار نکنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدید می نمایند، می گویند منتظر بزرگترین فتنه و فساد اول در خانواده خودت که پدر دختر باشید، منتظر اون فتنه و فساد باشه. این تهدیدی است برای خانواده‌ای که دختر در اختیارشونه و ارزش دخترشان را سرویس های طلا، لباس های رنگارنگ، خانه مجلل، ماشین های گران قیمت، سرمایه مادی خدای ناکرده قارونی، سرمایه اشکال نداره که باشد جوانی که خواستگار فرزند شما می آید انسان خوب و توانمندی باشد که خودکفا باشد، دستش پیش کسی دراز نباشد و حتی جوان وقتی به سن ازدواج میرسد جیر خوره پدرش نباشد، یک استقلال اقتصادی، استقلال فکری، استقلال شخصیتی و هویتی که بر مبنای تحقیق و توکل به خدا و نیت خیر و تلاش مبارکی که اون جوان داشته بیاید خواستگاری دختر شما، اشکال ندارد. اما اینکه مسائل مادی و دنیوی بر حساب مسائل دینداری و اخلاق باشد و اونها ملاک باشد، حتی اگر این دو سرمایه حیاتی و وجودی و ارزشی نداشته باشد، اینجا خطر خانواده عروس را، خانواده عروس را تهدید می کند. کدوم خطر؟ دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده، تهدیدی که پیامبر پدر عروس و خانواده عروس رو کرده، و امروز بیشترین تقصیرات در خانواده عروس هست، بیشترین ارادها از پدر و مادر عروس هست، اونهایی که
به گمان خودشان میخواهند زندگی مادی آینده دخترشان را تضمین بکنند، در نتیجه ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرند و توجهی به دین و اخلاق و معیارها و ارزشها نمی کنند. اینها در حقیقت دخترانشان را زنده به گور می کنند. اینها چیزی از جاهلیت عرب کم ندارند. عرب وقتی بهش خبر می دادند که دختری برای تو به دنیا آمده، رنگش به هزار رنگ می چرخید، افسرده می شد، پژمرده می شد، احساس حقارت و ننگ و آر می کرد که بر جبینش نقش بسته. ولی اسلام آمد، همون عربهایی که دخترانشان را با دستان خودشان در سن طفولت زنده به گور می کردن و زیر خاک ها متواری می ساختند، عرب از همون انسانهایی رو تربیت کرد که بعدها می گفتن که بهشت زیر پای مادران هست. اگر جامعی می خواهیم بهشتی باشد، باید مادران خوب تربیت کنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرمایند مادری که مخارج ازدواج و عروسی اون زنی و دختری که مخارج عروسی اون زن از حد معقول و منطقی شرعیش بالاتر باشد، خیر و برکت در اون زن نمیتواند باشد. کمترین برکت و خیر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته در زنی است که مهریه اون و خرج و مخارج عروسی اون برای دامادی که به قصد عفت آمده کمرشکن باشد. اینها همش تهدید هاست. اگر خرج و مخارج ها توسط پدر عروس که زن باشد برای داماد کمرشکن باشد، آن داماد، آن عروس و آن زن پیامبر گفته خیر و برکت درش نیست. گفته با برکت ترین ازدواج و با برکت ترین زن، زنیست که مهریش و مخارج عروسیش کم باشد. امروز معادل موهای سر دخترمون میخوایم سکه بهار آزادی به عنوان مهریه مطرح کنیم. مسئله به اسم شیربها مطرح میکنند، مسئله به اسم نمیدونم پیش فلان مطرح میکنند. همه اینها پدر عروس میخواهد تصاحب بکند. حتی مهریه که تو میگیری مال دخترته. در مقابل حلال نمودن مسائلی که با عقد و صیغه عقد برای مرد حلال می شود، اون مرد مهریه پرداخت می کند. مهریه حق مسلم زن هست و تملک می آورد و ملک شخصی خودش هست. پس پدر حق ندارد برای دخترش قیمت مادی بگذارد. وقتی این قیمت مادی در مقابل دعای بیبرکتی که از جانب رسول الله مطرح می شود، تو می خواهی دخترت آبرومند باشد، تو می خواهی دخترت با برکت باشد با دعای برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا تو می خواهی که دخترت و نوادگانت و نتیجگانت همه بیبرکت باشند به خاطر دعایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده که اگر زنی خرج و مخارج مهریه و عروسیش بالا باشد، برکت از اون خانواده فرار می کند، برکت پشت به اون خانواده می کند. و شما هم به عنوان یک پدر مسلمان که اسمت شاید محمد باشد اما حرف محمد را به زمین می زنی، شاید در کنار محمد یه لقبی هم پیش محمد برای خودت از خدا گرفتی، رفتی خانه خدا رو طواف کردی و لقب حاجی برای خودت گرفتی، حاجی محمد، حاجی عبدالله، بد بیاد ضد الله و ضد رسول الله حرکت بکنند صلی الله علیه و سلم، این دور از انصاف است. امشب شب بسیار مبارکیه، از این جهت مبارکه که یک قدم و دو قدم اولیه رو خوب برداشتن.
قدم اولیه که صیغه عقدشون با نام الله اجرا شده، قدم دومشون که حالا که اون زن نامحرم برای این برادرمون محرم شد از جهت حلال بودنش، اگر که صیغه عقد جاری نمی شد براش حلال نمی شد، حالا که حلال شده با اجرای صیغه و حضور شاهد و ولی، در قدم دوم هم موفق شدن. جا داره بهشون تبریک بگیم. خیلی از برادرها فرزندان ما، نور چشمان ما، در قدم اول موفق می شوند. در قدم اول اینکه با حضور یک شخصیت علمی و ایمانی عالمی صیغه عقد اون پسر و اون دختر جاری می شود و به عنوان همسر تصاحب می کند. اما قدم دوم به دین و ایمان و خدا و قرآن و سنت و نبی و اخلاق و شرم و حیا و ادب و عرف اسلامی و در قدم دوم به همه اینها میگه اینجا دیگه شما حق نداری تو خانه بیایید. در قدم دومش دچار لغزش سنگینی میشود در مراسم جشن عروسیش، با بسم الله حرام و برای خودش حلال کرده و اجازه داره که دست به دختر مردم بزنه، هیچ محذوری و معذوریتی براش نیست، و دست دختر مردم بگیره تو کوچه بره مردمم ببینن انکار نکنن. اما در قدم دوم که قدم بسیار حساس و مهم و سرنوشت سازی است، شب جشن عروسیش، شب زفافش، والعیاذ بالله، خدا رو از زندگی و جشنش بیرون میکنه و ایمان رو از خانه و جشنش و نطفهش بیرون میکنه و تن به یک مراسم ضد خدایی، ضد نبوی، ضد اخلاقی، ضد قرآنی، ضد شرعی، ضد عقلانی، ضد انسانی، ضد امنیتی، ضد سلامتی، ضد آرامش، ضد هر چی که بگیم، ضد ارزش‌ها تن به یک مراسمی در میده. اونجا با علمای دین و شخصیت‌های روحانی و معنوی شروع میکنه، در قدم دوم با لوتی ها شروع میکنه، یعنی همه چیز رو خنثا میکنه والعیاذ بالله. در قدم دوم با لوتی ها، با شرابخوارها، با عیاش ها، با بیناموس هایی که شراب میخورن و تریاک میکشن و میآیان در مراسم عروسی دعوت به ابتذال و بیبندوباری میکنن با اون آلت های موسیقی تند و بیتقواشون که میآیند و جامعه را در آن واحد در یک شب، اونم چه شبی انتخاب میکنن، شب جمعه، به خاک و خون میکشونن تا نماز صبح و هنوز نرفتن که حوادث بزرگی در خانواده رخ میده. یه دی شکمشون پاره میشه، یه دی دستمن به دستشون میزنن، یه دی مستن تو راه تصادف میکنن میمیرن، چه بسا تو عروسی های غیر اسلامی. بعد از اینکه به خاک و خون کشوندن، افراد مست بودن، در بازگشتشون دو سه تا موتور به هم خورده، ماشین تصادف کرده، آتش سوزی شده، از همون خانواده جوونی مرده تصادف کرده. زیاد داریم در بندرعباس در آمارهامون، اونهایی که در شب عرفات، در شب عرفات که مردم منتظرن فردا برن در صحرای عرفات و گناه 70 سالشون رو بریزن و 7 ساله برگردن، گناه 80 ساله رو بریزن و 8 ساله برگردن، گناه 50 سالشون رو بریزن و 5 ساله برگردن. در اون شبیه ادهی تا نماز صبح میزنن و میرقصن.
وقتی ما از زن اذان صبح میگه به مزاجشون خوش نمی نشیند و شاید اذان و مؤذن هم نفرین بکنن چون همه مستن. امروز ساعت تقریبا 4 بود، من روستا بودم، آمدم خونه، یک دفعه یک لحظه تلفنم زنگ خورد. وقتی گوشی برداشتم که یک جوونی نفس خیلی تون تون میزنه و گریه میکنه، یه سوالی داشت نتونه سوال بکنه. بعد که آرام گرفت گفتم بفرما، گفت که سلام شیخ، گفتم علیکم سلام، گفت که سوال دارم، گفتم بگو سوالت، گفت یه روز آمدم خونه، من درست نگرفتم چون صدا خیلی قطع و وصل میشد، ضعیف بود، حالا نمیدونم، گفت که مست بودم آمدم خونه یا که پریشان بودم، اعصابم خرد شده بوده، با دوستای ناباب آمدم خونه، عصبانی شدم، یک مشکل پیش آمده بودم برام، قرآن کلام خدا را گرفتم محکم زدم به زمین، تکه تکه کردم. و بعد از اینکه قرآن را به زمین زدم احساس میکنم که دیگه سرم داره سنگین میشه، بدنم داره سنگین میشه، نفسام دارم عجیب و غریب میشه، نبضم داره عجیب و غریب میشه، اصلا نمیتونم نگاه به بالا بکنم، کتابشو به زمین زدم، نمیتونم نگاه رو زمینش بکنم، زیر پای من زمین اونه، به هیچ طرف نمیتونم نگاه بکنم، از همه طرف خدا و فرشتگان خدا را میبینم، اما در یک لحظه نمیدونم که منو وسوسه کرد، چطوری شد که به اینجا کشنده شدم، حالا چه کار کنم؟ بهش میگم توبه بکن خدا بهت میبخشه، میگه یعنی خدا منو میبخشه، کتابشو تکه کردم به زمین زدم. میگه کفاره چیزی ندارد، یعنی میخواد توبه بکنه بازم عذاب وجدان داره، بازم فکر میکنه که هر توبه بزرگی بکنه بازم گناهش بزرگتره، اما توبه از هر گناهی بزرگتره. ولی یک سوال مطرحه، جوانای خوب ما، جوانای پاک ما چرا به اینجا کشانده میشن؟ چرا به این مرحله میرسن که قرآن رو به زمین بزنن؟ اگر یک کاریکاتوری از پیامبر در دانمارک یا در نمیدونم نروژ یا در اروپا میکشند جای گله نیست، از یک کافر و یک دشمن یهود در صدر اسلام، بارها اون سه قبیله یهودی که در مدینه بودن، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر، بارها توطئه و نقشه قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدن، و اون لحظه ای که پیامبر رفته بود با یهود صحبت بکنه با بزرگانش، زیر سایه دیوار نشسته بود، سنگی بزرگ برده بودن از پشت، از تو خانه بالای پشت بم که بندازن رو سر مبارک آن حضرت، وای به اون خبر داد بلند شد. دشمن دشمن انتظاری ازش نیست، انتظار دوستی نیست، اما جوانای ما را با ماهواره، با شراب، با بیبندوباری، با جهل، با دوری از علم و تقوا، با دوری از کارهای خیر به جایی میرسانیم که بعد از اینکه طرف نماز میخوان قرآن را با ادب باز میکرد همون بر بگرده قرآن را به زمین بزند. نمیدونم فیناله مسابقات جام جهانی رو بین فرانسه و ایتالیا مشاهده کردی یا نکردید؟ مشاهده کردید؟ بگید دیگه. همه نگاه کردید. نترسید، حرام نیست که. چرا میترسید؟ نگاه کردید. شخصی به اسم زین الدین زیدان میشناسید؟ زین الدین یعنی زینت دین. زین یعنی زیبا، عرب به زین، به زیبا میگه زین، به زشت میگه شینه. زین داریم و شین داریم، زین الدین زیدان بهترین فوتبالیست 2002 تا 2006 معرفی شد، ولی یک حرکت زشتی آخرین لحظه انجام داد که کارت سرخ گرفت، از بازی فینال بیرون شد، فرانسه هم مغلوب شد و ایتالیا به ظاهر جام قهرمانی
جهان رو دست گرفت و بوسه می زدن و می پرستیدن و تو زمین شادمانی می کردن، شادی می کردن. زین الدین زیدان با یک کارت سرخ اخراج شد. حرکتش خیلی زشت بود، اگر که مشاهده کردید، داور ندید اما کمک داور دید، منجر به اخراجش شد. چون حرکت ظاهرش زشت بود، اخراجش کردن از بازی. بازی باید زیبا صورت بگیره. اما در مصاحبه‌ای که با زین الدین زیدان کردن که چرا تو با سر، تو که خیلی با ادب بودی، تو که وقتی گل میزدی دستت به بالا بلند میکردی، خدایا تو که از پول فوتبالی که در میآوردی صرف فقرا میکردی، تو که سبب اسلام چند تا از بازیکنان فرانسه شدید، چطوری بیتاقتی کردید؟ با سر زد تو سینه اون بازیکنه ایتالیایی. اما مصاحبه ای که باش کردن میدونی علتش چی بود؟ که این خونش به جوش آمد، بهش گفته بود که شما مسلمان ها تروریستید. فوتبال رو فدا کرد، این کلمه غیرتش رو به جوش آورد. شما میدونید که در آخرین لحظه اینو از بازی فینال جام جهانی بیرون بکنند، اگر در کشور ما بود چی میشد؟ اگر در یک کشور اسلامی بود چه دادگاهی براش تشکیل میدادن؟ یک مملکتی رو چه به هم زده، آبروی یک مملکتی رو بازی کرده، همم قضاوت کرده، خیلی کار زشتی کرده. اما امروز زمزمش در دنیا پیچید که اینو به جان و دل خرید، گفته به من توهین کرد، به اسلام من و دین من توهین کرد، به آبروی کل مسلمان ها. اون بازیکن ایتالیایی میگه برگشته به من گفته شما مسلمان ها تروریستی تو بازی. من اول میخواستم ول کنم، اگر شخصی بود میزد لگد تو پامو، منو به زمین میزد، مشکلی نبود، اهانت به دین من کرد. جوانهای ما توی کشور اسلامی، اون تو قلب اروپا، شاید نزدیک 1 میلیارد نفر بازی جام جهانی فینال رو تماشا میکردن، زنده و غیر زنده از کانالهای تلویزیونی. ولی برگشت سرش رو زد تو سینه‌اش، از زمین با افتخار آمد بیرون. بازم معرفیش کردم که این آقای گل و بهترین بازیکن دنیاست. من کاری به بازی کردنش ندارم، کار به غیرت دینیش دارم. هر چی میخوای به طلبی از کانال دین به طلب. در تیمهای فرانسه 7 از بازیکنهاشون مسلمان شدن. شما فکر میکنی تأثیر کیه؟ خیلی از فوتبالیست های حرفه‌ای جهان کم کم دارن، و بسکتبالیست هاشون و خواننده هاشون و رقاصه هاشون دارن مسلمان میشن. ما اینجا تو ورزشگاه خودمون 2 تیم همسایه همشهری به همدیگه فوش میدن، لگد میزنن، همدیگه رو کلم میکنن. دوستان تعریف میکردن که یک مسلمانی در تیم غانا هست که این خودش زمانی که بچه بوده فقیر بوده، نان نداشته بخوره، و بعد شده یک ورزشکار حرفه‌ای، عضو تیم ملی غانا داره بازی میکنه. میگه هر پولی که این آقا به دست میاره میره به همون فقرایی که زمان گذشته یادش میاد، فقر خودش که هیچی نداشته بخوره، همه صرف بچه های یتیم و بچه های بی‌بضاعت میکنه، لباس میخره، قلم میخره، دفتر میخره، اونها رو شاد میکنه. نیت انسان چی باشه؟ عروسی رو، عقد رو با نام خدا و صلوات بر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شروع میکنه، جشن عروسیش هم به خدا با دهن پر و هم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگه شما دیگه برید، من دیگه کاری با شما ندارم، تو جشن ما دیگه شما دخالت نکنید. دید ما نسبت به روستای شما خیلی دید مثبتیه، با توجه به که بالاخره
اینجا یک محیط بسته ای هست، مهاجر پذیر نیست، منطقه آزاد تجاری که نیست، لمزان و پدول. راهاش هم مشخصه، بین دو تا کوه یکی این راه یکی این راهه دیگه، راه کجاست، راه سوم کجاست؟ یه راه هم از این طرف کوران میاد که دوباره میشه مسدود کرد. کیش که نیست، قشف که نیست، بندر عباس که نیست، که ندونی کی توشه، چه توشه، چه باندهای خطرناک جنایتکار توشه. روز روشن کنار بازار زیتون داری رد میشی، یه موکت بر میذاره اینجا، دو نفرن، هرچی تو جیبت خالی کن، گوشی موبایلت بده، ساعت در بیار، چه کار در بیار، پول در بیار، لختت میکنن روز روشن، کوچکترین تکونی بخوری همین سر موکت بر فشار میده روی این رگ گردنت. کجا سمنیت؟ اینجا که پدله و لمزانه، اینجا که افراد شناخته شده هستن، اینا که همدیگر رو میشناسن، میدونیم کیم. یک غریبه بیاد نشون میده مثل یک چراغ تو روش تاریکی، همه میدونن که اینجا چه خبره. اگر اینجاها شوراها، امام جمعه ها، بزرگترا، مربیا، ریسفیدا، خیرین، تجار، پدرا، مادرا، اونهایی که نفوذ دارن تو جامعه دست به دست هم ندن که این جامعه بسته بره از اون جامعه مهاجرت پذیر بدتر بشه، خطرناکتر بشه، اینجا کسی نمیتونه برای خلاف بیاد، مثل بندر عباس نیست، اونجا درا باز همه کس برای خلاف میاد، ولی اینجا کسی نمیتونه برای خلاف بیاد مگر این که از کانال یکی از ماها یک خلافکار بیاد تو برنامه های ما، یا با یک خلافکار شریک باشیم که تو تجارت ما بیاد اینجا رفت آمد بکنه، خدای نکرده سیگار بفروشه، ما هم رابطش باشیم، از سیگار بعد بره تریاک بیاره، یا فیلمهای مبتذل باشه، باید این فیلمهایی که میاره به یکی از این دکه ها، به یکی از این جوان ها بده تا براش بفروشن. گوجه و بازنجان و ماهی نیست که طرف بیاد اینجا کنار مسجد جامعه بیسته بگه من ماهی دارم میفروشم، سر اون فلاکسش باز میکنی که همه ماهیه. تریاک اینطوری نمیفروشن، کنار مسجد جامعه یا تو میدان شهر بیسته من دارم تریاک میفروشم، بیایید، من دارم مشروب آبجو آوردم، بیایید، کتی نمیدونم یه لیترشی قدره، کتی فلانش اینتر نیم لیترشی قدره، یا من فیلم های زشت آوردم، بیایید. ولی میان اونهایی که دورگرن رو شهرها میچرخن، یه عده پارچه آوردن، پارچه‌هاشون رو پهن میکنن، یه عده می آوردن، یه عده ظروف پلاستیکی آوردن، همه مشخصن تو بلنگام صدا میزنه، ولی اون چیزهایی اگر میخوان بیارن باید با یکی از شما هماهنگی کامل کرده باشه، وگرنه نمیتونه. لوتی نمیتونه بیاد اینجا، خواننده های خلافکار نمیتونن، عیاش و شرابخوار نمیتونن بیان اینجا و عروسی های شما رو به خاک و خون بکشانن. از این طرف باشگاه درست میکنه، از این طرف اجازه میدید که، از این طرف میگه جوان ها ورزشکار باشه، مسجد تو باشگاهتون درست کردید. من یادم یه بار آمدم اونجا، نوجوان های اروند آمدن اینجا بازی میکردن، همه از نظم شما، همه از مهمان نوازی شما، همه از اخلاق شما، تا چند هفته هر وقت منو میدیدن بازگو میکردن تو انجمن تو باشگاه اروند. مسجد تو باشگاهتون درست کردید، بعد خدای نکرده مشت عیاش بیارید تو عروسی هاتون. میدونید چه کار ضد نقیزی داری میکنید؟ خدای نکرده تو تعلیم و تربیت، تو درس خوندن بچه هاتون کوشا نباشید. بچه هاتون درس خوندن، خوندن، نخوندن، نخوندن، هر دو برای شما یک نواخ باشه. خدای نکرده تو تعلیم و تربیت ایمانی بچه هاتون الان اوقات فراغت بچه هاست. هر کجای این ستا استان ببینید مکتب خونه دایره، بچه ها میرن ساعت 7:30 صبح میرن، قرآن زیر بغلشونه، جزوه سیرت زیر بغلشونه، اونایی که سنشون بالاتره، جزوه احکام زیر بغلشونه، جزوه نمیدونم حدیث زیر بغلشونه، جزوه عقیده زیر بغلشونه. امروز سن آموزش به خاطر
بالا رفتن استعدادها به 4 سال و 3 سال رسیده. من یادم میاد بچه بودیم 3 تا 3 ماه تابستون مادرم خدا رحمتش بکنه ما رو برد شهرو و برد کشار اولیا که روخانه قرآن در 3 تا 3 ماه تابستون یاد بگیریم. پشه زیاد بود، امکانات نبود، تشبات خیلی شدید بود، کلر نبود که فقط روخانه قرآن یاد بگیریم. یعنی 9 ماه 3 تا تابستان. زمان قدیم هم که از بعد از نماز شب باید می نشستی خیزران هم رو کمرت، ملا می گفت دستت بگیر با ادب باش پادشاهی کن، اولی که می رفتی و آخری که می آمدی. روز جمعه هم تا 10 باید می رفتی درستاتو دوره می کردی تا روخانه قرآن بدون تجوید بلد باشید. این روخانه شکسته. امروز بچه 6 ساله 7 ساله اول ابتدایی تو 2 ماه تابستان میره مکتب، اول خودآموز میخونه، بعد تو همون 1 ماه باقی مانده چه 30 جز قرآن چه خط میکنه، چون حروف میشناسه. استعدادها بالا رفته، سن آموزش آمده، وسایل کمک آموزشی خیلی زیاد شده. الان کتابهای داستانهایی برای دخترهای بین 3 ماه تا 6 ماه یا بچه های پسرها نوزادهای 2 ماه 3 ماه تا 6 ماه کتاب داستان آمده. شما تصور میکنید که دختر یا پسر 3 ماهه تا 6 ماهه بتونه کتاب داستان بخونه؟ برید تو کتابخانه هایی که کتابهای کودک میفروشن، کتابهای داستان میفروشن، رنگهایی که بچه تشخیص میده تو سن 3 ماه تا 6 ماه و ازش پیام دریافت میکنه و منفعل میشه وقتی اون رنگ ها رو میبینه، چه رنگ هاییست، چه کتاب هاییست. و باید هر شب به بچه هات نشون بدی، ورق بزنید، هر صفحه یه رنگیه، یه لونیه، یک پیامی داره برای بچه. اگر امروز به بچه هامون بپردازیم، در آینده دنیامون و در آینده اخرامون سند داریم. این برای چیه؟ این والشه نمیدم ها، این دیوار، این بارش برای چیه؟ این متکا برای چیه؟ انسان به دیوار تکیه میزنه، ولی باور بکنه دیوار تکیه گاه نیست. اگر خانه تو سنگ مرمر باشه نمیتونی به دیوارش تکیه بزنید. اگر یک جوان و یک پسر معتاد و شرابخوار تو خونت باشه، هر چی تکیه بزنی به این دیوار سنگ مرمری سالن 20 میلیونیت، بازم فکر میکنی که میخوای به پشت بیفتی، چون پسرت معتاده، چون پسرت شرابخواره، چون پسرت دزده قلابرداره. از اون طرف دخترت بی حجابه، سر عروسی ها میرقصه، براش مهم نیست. بالا نواس نازک بیاد بیرون، بره تو بازار آرایش بکنه. اونها تکیگاه هم که کمر تو نگه میدارن تو زندگی. تکیگاه اون تکیگاهیست که آبروی آدم حفظ بشه. وقتی که آبروی انسان توسط عدم تربیت و سوء تربیت و زمینه بدی که پدر و مادر فراهم میکنن برای فرزندانشان، دیگه تکیگاهی نیست، دیگه تکیگاه افتاده، دیگه لباسی هم نیست، چون لباسم افتاده عورت مکشوفه. سروران عزیز، من میدونم که در روستای شما سیگاری خیلی کمه، مگر اینکه سیگاری مهمان شما بشه یا سیگاری دوستتونه دعوت بشه تو عروسیتون. من بهم اطلاع دادم که این تو روستا شاید یکی دو تا سیگاری باشه. درسته جناب شیخ؟ من تو مسیرم بعضی موقع تو روستاها میرم، اول بعضی روستاها تابلو زده، نام روستا نوشته و نوشته روستای سالم. سوال برام پیش آمد وقتی رفتم وارد شهر شدم، یه مراسمی داشتم، گفتم خواه نام روستاتون که میدونستم اون پایین شده روستای فلانی روستای سالم، این منظور چیه؟ گفت ما سیگاری نداریم.
شرابخوار نداریم، تریاکی نداریم، شما که این همه صفات خوب دارید عروسی هاتون کنترل کنید. چه فضای خوبی برای عروسی انتخاب کردید. هوا امشب خوبه. چند شب پیش خیلی شرجه زیاد بود، تو جزیره چند تا مراسم بود، واقعا شرجه بود. دخترای شما، مادرای شما، همسرای شما، خواهرای شما چقدر مشتاقن. من وقتی می آمدن با شیخ هادی دوستان، دسته دسته می آمدن تو خانه های همسایه پشت بوم، دارن گوش میدن، همراه شما همراهی میکنن. نه اینکه ما دوست نداریم با شما ارتباط داشته باشیم، باور بکنید دوست داریم بیشتر از این بیاییم. البته اگه هماهنگی بشه. دوستی به من میگه تو 4 ساله نیامدید. یه خب کسی هم از اینجا با من تماس نگرفته. اگه من 4 ساله نیامدم، کسی هم با من تماس نگرفته. خیلی کم، 1 مورد 2 مورد شاید که نشد هماهنگی بکنیم. ولی یکی از شبها از تو شهر شما رد شدیم، رفتیم کنار زرد. شبم ساعت تقریبا 2 بود، از هم مسیر برگشتیم. برای من مسافت مهم نیست، ولی اینو بدونید که قبلا همین چند تا روستای اطراف بندر عباس و اطراف خمیر بود. سالهای اولی که ما زیاد می رفتیم، من 2 روز تو قشم بودم، نزدیک 8 تا مراسم برگزار شد. علاقه منده زیاد شدن، جوان ها دین طلب شدن، خواهر و برادر دین خواه شده. دو هفته پیش من تو رمکان بودم، جمعیت انبوهی آمده بود، همه جوان. وقتی ما رفتیم اونجا که هم هوا گرم بود، هم جمعیت انبوه بود، و هم برق قطع شده بود، و هم وقتی که موتور برق آورده بودم به اندازه فقط میکروفون و 1 لامپی جلو من، وقتی ما شروع کردیم به صحبت کردن، زمینم زیر پای ما میلرزید، زلزله میشد. تاریک، برق رفت، گرما، زلزله. اون 2 هفته گذشت. این هفته گذشته رفتیم، 1 مراسم در درکو بود، نزدیکای باسیدو. باور نمی کنید اون گوشه دور افتاده جزیره چه فضای آماده کرده بودن، چه نظمی، چه چراغانی، چه ترتیبی، چقدر محبت داشتن، چقدر ادب داشتن. به ظاهرم خیلی فقیر و محروم و دور افتاده بودن، ولی چیزی که جلب توجه کرد برای من، خواهران بالا نشسته بودن رو تپه تو تاریکی، چهره های این جمع که من نگاه می کردم مثل اینکه همه آمده بودن تو عروسی که توبه بکنن، که خداوند زمین و زیر پاشونو آرام بکنه. 6 ماهی که داره زلزله میشه، 6 ماه. و این زلزله اخیر که ساعت 12:30 شب همه خواب بودیم، مرکز ثقل و قدرتش تو بندر خمیر بوده. چهره هایی که آمده بودن، باور میکنی همه تو چهره هاش رو نگاه میکردی توبه داد میزد، مثلی که آمده بودن تو عروسی به قصد توبه، که خدایا دیگه بسه، خدایا باید کنار میایم، با همون کنار بیا، یه فرصتی دیگه، زمین و آرام بگردان، دیگه امنیت رو از دست دادیم. ولی همون چند مدت که منطقه آزاد شد،
دوستان ناباب و ناشناخته از شهرستان ها آمدن تو تجارتشون و تو شراکتشون و رفت آمد خانوادگی، اینها رفتن مهمان اونها شدن تو شهرستان ها، اونها آمدن فرهنگا رو جابجا کردن و کار به جای باریک، عرف اسلامی شرعیشون رو از دست دادن، فرهنگشون رو از دست دادن، قاطی شدن، برکت از زندگیشون رفت. خواهرای با شرم حیای جزیره قشم رو به بازار کشوندن، به عروسی ها کشوندن، به پارک ها کشوندن، به مهرجان ها کشوندن. به تجار قشمی گفتن که ما مهرجان برگزار میکنیم در بازارهای بزرگ قشم، آقای فلان شما پول لوتیش بده، 10 میلیون تو 40 روز میشه پول لوتیش، پول دستی ارکسترش شما بده. چقدر ننگه برای یک انسان مسلمان که یک مهرجان برگزار بشه و یک مسلمان تاجری بگن که تو پول ساز دهلش بده، ولی مسابقات حفظ قرآن برگزار بشه توفیق پیدا نکنه که 100,000 تومان برای جوایز بچه هایی که 1 جز و 2 جز خط کردن، حفظ کردن، از بر کردن، با صوت خوبی میخونن، مسابقه بگذاره و جایزه بده، یک خودکاری، یک پاکونی، یک دفتری، یک ساعت 2,000 تومانی. از زمانی که مسلمان ها دریغ کردن برای خدا که برای کتاب خدا و دین خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و دینداری فرزندان مسلمان ها خرج بکنن، پولشون رو بخیلی کردند، خدا هم برکت از زندگیشون برد، با همون پول ایمان رو از زندگیشون خارج کردن. فخسف نابهی و بداره الارد، مسلمان پول داره که هر پاکت ونستون 1,000 تومان بکشه، ماهی 50,000 تومان فقط پول تنباکوش باشه که قلیون بکشه، اونقدر وقت داره که نیم ساعت زغال بیاره، نفت بیاره، آتش بزنه، بدمه، تنباکو نمیدونم خیس بکنه، بذاره آب قلیون رو تنظیم بکنه، به دود بیاره، 2 ساعت فقط برای یه قلیون کشیدنش. یه سفری چند مدت پیش 15 روز به بعضی از مناطق ایران داشتم، به یکی از شهرها رسیدیم، شب رفتیم تو پارک تا ساعت 9 که دوستمون رو دیگه بعد تلفن بزنیم بیا دنبال ما. نشسته بودیم که یه تعدادی جوان ها آمدن یه گوشه پارک کنار ساحل بود، نانچیکو بازی میکردن، ورزش رزمی میکردن، تمرین میکردن، کم کم تعدادشون زیاد شد، نزدیک 20 نفر رسیدن. خیلی صحنه تماشایی و دیدنی بود برامون. به بچه‌ها گفتم نگاه کن بچه‌ها دارن تو پارک ورزش میکنن، چیز رزمی دارن یاد میدن، دور هم جمع شدن، چقدر پارک برکت شده. این یه دسته، اینا رفتن، ما نشسته بودیم، دیدیم که 3 نفر آمدن رفتن اون گوشه تو تاریکی زیر درخت نشستن، سراشون رو بردن کنار هم دیگه اینطوری، یه چیزی در آوردن اینطوری، پاکت ونستون در آوردن، یه نخ سیگار در آوردن، ریختن در آوردن و یه چیزی به هم زدن و داخل کردن و سرشو بستن و دوباره دود کردن. دخترم تقریبا 6 سالشه 5 سالشه، گفت بابا نگاه کن آتش روشن کردن اون 3 نفر. گفتم بابا نگاه نکن اونجا. گفت بابا کار بدی دارن میکنن، آتش روشن کردن، یه چیزی بدی دارن میکنن. دیگه کم کم دود که کردن دودشون آمد که دود حشیش بود، بنگ بود. هنوز این 3 نفر نرفته بودن، دیگه 3 تا جوان خوشتیپ آمدن نشستن. گفتیم به این خوشتیپی و این اندام کشیده و صورت جذاب دوباره رفتن پشت همون تیر برق تو همون زاویه نشستن، دوباره یه چیزی در آوردن. حالا تو شهر مردم میری دعوا بکنید، شما چی دارید میکنید؟ ما مسافرین. جگر آدم آتش میگیره مثل دسته گل.
منتظر نباشیم که بچه هامون معتاد باشن بعد بگیم برید به درک معتاد شدید. وقتی که منتظر میشیم بچه هامون معتاد بشن بعد که معتاد شدن تحملشون نداریم بگیم برید گورتون رو گم بکنه برو از خانه بیرون تو پسر من نیستی. اول که پسر تو بود. وقتی دختر بهش توجه نمی کنه فرار می کنه میره دختر فراری خیابانی میشه آبروی خانواده رو زیر سوال میبره. اگه بیاد در خانهش برو که تو دختر من نیستی. اول که دختر تو بود. اول که بچه دار نمیشدی 5 سال ازدواج کرده بود چیکار خدا خدا میزنی خدایا پسری خدایا نوزادی خدایا دختری خدایا بچه ای کجا برم یزد برم تهران برم دکتر شیراز برم کدوم دکتر برم. هرچی سید بوده رفته باد زدن هرچی گل بوده خورده تو منطقه هرچی پارچه سبز بوده بسته به بازوش و به نمیدونم گردنش. بعدم هرچی دکتر بوده کل زندگیشو فروخته که یک بچه بده. بعدم وقتی بچه میده منتظر میشه که بچهش معتاد بشه بعد لگدش بزنه برو بیرون که تو بچه من نیستی. خیلی از پدران منتظرن که بچه هاشون جنایتکار بشن بچه هاشون زناکار بشن. اونهایی که میگن مهریه 1000 سکه اونهایی که میگن ماشین فلان اونهایی که میگن خرج عروسی خد اونهایی که میگن باید 5 میلیون پول بدید تا مردم همه دعوت بکنم شام بدن. من تو بندر خمیر دعوت شدم به 15 تا عروسی. انجمن خیریه اهل سنت بندر خمیر یه خیر رو پیدا کرده بود. این بهش میگن کار خدا پسندانه و انسان دوستانه نجات انسانها. جوان همینطوری که داره میچرخه تو کوچه های روستاتون اگر دیدی که سنش 20-22 سال 23 سال خبری از خواستگاری و رفت آمد و نمیدونم به قصد خواستگاری و فلان نیست برو ازش سوال کن چند سالته. اگر گفت 25 سالمه او چرا زن نمیگیری تا جواب بشنوی. اگر جواب داد فقط چون پول ندارم خرج سنگینه گرانه هم که خودت میدونید کسی هم حاضر نیست. 15 تا داماد همه یک رنگ کت شلوار خرج عروسیشون داده بود خرج پذیراییشون داده بود برای هر کدوم هم کله رو نمیدونم فلان و یخچال داده بود خیر گفته بود اسم منم نگید. 600 نفر در سالن کانون بندر خمیر دعوت کرده بودن از مسئولین و علما و شخصیت ها. ما هم رفتیم با دوستان با آقای هاشمی و دوستان خیلی دیدنی بود. یه نمایشنامه اونجا اجرا شد خیلی زیبا بود. از خیرم تشکر کردن اسمش هم نخوندن چون توصیه کرده بود اسمم نخونید. سخنرانی دینی اونجا شد. بعد همینطوری که مجری برنامه برنامه رو اعلام میکرد جمعی از خواهرها با هم بلند میشدن یادداشت میدادن. جمعیت بانوان بندر خمیر نمیدونم ورزشکاران بندر خمیر برای هر کدومشون مثلا برای 15 تا دامادا برای هر کدومشون یک اتوی برقی. یه نفر دیگه بلند میشد نیکا سیوان مثلا گفت برای هر کدومشون 15 تا تلویزیون برای هر 15 تا نفر یک تلویزیون رنگی. یکی بلند شد گفت نمیدونم جارو برقی. یکی گفت یک رقابت سالم. جالب آخرش بود ساعت تقریبا ساعت 11:30 شب بود 12 بود هر 600 نفر گشنشان بود شام بهشون نداده بودن شیرینی آوردن توضیح کردن مردم فکر میکردن که شام خبری نیست تعداد از راه دور آمده بودن. بعد از اینکه جلسه تمام شد اعلام کردن که کسی بیرون نره پذیرایی مختصری میشه.
میدونی چه پذیرایی کردن برای هر 600 نفر؟ یه ساندویچ سرد با یه نوشابه سرد، یه ساندویچ سرد با یه نوشابه، همه یک نواخت، از اون خیر بزرگش، از اون تاجر بزرگش، از اون مسئولش، از اون عالمش تا اون فقیرترینش که تو جلسه بود. خیلی ساده ظرف نیم ساعت به همه رسید. تو سبد چیده بودن، یکی یکی دستشو میدادن با یه نوشابه. نه کسی عیب غذا گرفت، نه کسی گفت به مردم ساندویچ سر دارن میدن، اصلا کسی تو فکر اون ساندویچ هم نبود. واقعا مراسم جذابی بود. بعد این 15 تا داماد آمدن بالا، یه هدیه بهشون دادن، برای هر کدومش هم یه جلد قرآن دادن. ما هم از طرف انجمن سرو برای هر کدومشون یه جلد تفسیر کامل نور دادیم که در اول زندگیش اون قرآن بخونه، این تفسیرم باز بکنه، شاید کارساز باشه در زندگیش. 15 تا داماد یعنی 30 نفر اونجا ازدواج کردن، 15 تا دخترمون و 15 تا پسرمون. چقدر خوشحال بودن، چقدر آبرومند بود. اون خیر بهش نصیبش شده واقعا. آتش جهنم برای 30 نفر خاموش کرد، 30 نفری که در شرف رفتن به جهنم بودن. جوان اگر کنترل نشه با ازدواج میسوزه و میسوزانه، اول ریشه دین رو میسوزانه. وقتی ریشه شرم و حیا و عفت و سوزان، یعنی ریشه دین سوزانده. آیا ما همچنین عرضه‌ای داریم؟ چند روز پیش به من زنگ زدن از بوشهر، فلانی به ما گفتی اگر 5 تا داماد با هم جمع بکنید من میام بوشهر و گناوه. حالا ما 5 تا آماده کردیم، یه سالون هم میخوایم کرایه بکنیم. گفتم اگر من چنین حرفی زدم من در بس در خدمتم. برنامه هماهنگ شد، بعد از چند روز زنگ زدن که برنامه به تعویق افتاده تا بعد از رمضان، گفتن که هوا خنک‌تر بشه. گفتم ما سر وعدمون هستیم. کم کم جوانا دارن تشویق میشن. امروز دوباره یکی از بندر آمده بود، مال اطراف رویدر بود، گفت شما روستای ما نیامدید، حالا ما 4 تا داماد پیدا کردیم با هم داماد بشن، حالا میای شهر ما یه جوان. گفتم شما خیلی همت کردی، 4 تا جوان آماده کردی با هم. این فرهنگ کم کم داره جا میفته. اونایی که بزرگن، اونایی که منبر در اختیارشونه، یک هفته درباره نماز بگن، یک هفته درباره طهارت، یک هفته درباره تلاش، یک هفته درباره ورزش، یک هفته درباره اقتصاد، یک هفته درباره سیاست، درباره علم و دانش، درباره هنر، درباره بهداشت، نظافت، تمیزی، حقوق همسر متقابلا، حقوق والدین، حقوق فرزند. خیلی مسائل هست برای گفتن. من نمیدونم اون شهرکی که یک سال آمدم تو مسجد جامع اعلام کردن که زمین دارن صاف میکنن، نفر 50,000 تومن 100,000 تومن از هر خانه میگیرن که برای جوانا یک قطعه زمین بدن. من نمیدونم تا کجا رسید. دنبال کردید، توانی مسکن رفتی، شهرک درست کردید، 400-500 تا جوان امیدوار شد، چی شد؟ من کاری ندارم که جواب بگیرم. این کار شوراست، زمین صاف بکنه. ولی تو خیلی از روستاها تجار و سرمایه دارا، زمین کل مردم که مال طبیعت، مال خداست. میبینی 50 تا جوان تو اون روستا زمین ندارن، یک نفر 50 هکتار زمین گرفته. میخوای گردنت بندازی کجا میخوای ببری؟ پول تو خلیج آورده 3 هکتار زمین دیوار کشیده گذاشته که یه روزی قیمتش بره بالا، پولم اضافه داره. و جوان تو روستاش زمین نداره، 200 متر زمین نداره که 4 تا بلوک رو هم بذاره. کجا میخواید برید؟ چی کار میخوای بکنید؟ چقدر خوبه که تاجری که میلیاردیه بیاد تو روستاش به شورا بگه آقا 3-4 هکتار زمین صاف کن، قطعه بندی 250 متری. تو کرمستج یه خیری هست خونه درست میکنه، هرچی کار خیر بوده انجام داده، مسجد، مدرسه، درمونگا، مهد کودک، زمین ورزشی، هرچی بوده بازم خدا بیشتر داده.
حالا آمده نگاه کنه که نگاه میکنه چند تا جوان سالم هست میخواد داماد بشه، خونه نداره، خونه درست میکنه، 10 میلیون میگیرم کلیدش، برو داماد بشه. شما هم تلاش بکنی، خدا برکت میندازه. این جوان ها تشویق بشن، جوان ها امیدوار بشن که یه تکه زمین 200 متری دارن، یه سال شالدش میذاره، یه سال بلوکش جمع میکنه، یه سال سقفش میگیره، بالاخره تا 5 سال چه؟ یه اتاقش راه اندازی میکنه، یه حمام دستشویی، آشپزخونه، یه سرانجام میگیره، خوشحال نمیشید؟ کمک بکنید. تو عروسی ها پول نشون مردم ندی که بدبخت میشی. تو عروسی ها شادی کاذب نکنی، این لبهاتون رو باز کنی تا بیخ گوشاتون و خدا رو فراموش بکنی، ولی عزو بالله در سن 50-60 سالگی دستمال دستت بگیری برقصید همراه این خواننده بی تقوا که تاوانش رو پس میدید. خوشحالی با معصیت خدا نکنید که عاقبت نداره. خدایا این زلزله رو ببر، 6 ماه زلزله. خوابت میکنه بعد میفرسته. یادم نمیره اون شبی که زلزله شد من تازه خوابیده بودم، چراغا خاموش بود، کلیدم قفل کرده بودیم، کلید کشیده بودیم. تو تاریکی یک دفعه بیدارت میکنه با زلزله. حالا نمیدونی خودت بیرون بری دست بچه کوچکت بگیری، خانمت بیدار کنید، اون یکی بلند کنید، اون یکی بلند کنید، برق هم همزمان باش قطع شد، کلید هم نمیدونی کجا گذاشتید، همجوری سادید تا لرزش تمام بشه یا سخت بیاد رو سره. تو همین سفری که به جزیره رفتیم دوستان میگفتن این زلزله برکت بوده، گفتن چطوری برکت بوده؟ گفت نماز صبح 1.5 صف بوده، الان رسیده 15 صف. این برکت نیست. خوبه، سیلی خداوند خوبه، اما اگر نماز از ترس زلزله باشه این نماز نماز خوبی نیست. یادتون میاد چند سال پیش تو مسجد انظره بود یه مجری آمد، من نشسته بودم، عبدالباعث هم نشسته بود، مجری عزیزی صحبت میکرد، تعریف علما میکرد، علما باید اینطور باشه، ما جانمون فدای علما میکنیم، فلان میکنیم، فلان میکنیم، از طرف مردم میگفت، ابراز محبت داشتن. در مسجد هم خیلی تنگ بود، ما هم صف جلو نشسته بودیم، پنجره هم کنجا باز نمیشد که ما بپریم. بعد از مجلس عبدالباعث رفت صحبت کرد، صحبت آقای عبدالباعث هم این بود که خداوند قادره که الان زمین زیر پای ما و شما بلرزونه، هیچ کارم نمیشه کرد. یک دفعه زلزله شروع شد، همه مردم رفتن، ما 2 نفر موندیم، جانم فدای علما، از پنجره هم که نمیشد بپریم دیگه، صبر کردیم، گفتیم بشین جناب آقا دیگه، اونایی که آخر آمدن دم درن، خودمون که اول آمدیم اونجا نشستیم، حالا درم یکی بیشتر نیست، ما جانمون فدای علما میکنیم، ما فلان علما، ما فلان. این حالا زلزله دنیاست که حالا سقف هم مسجد قوی است که نمیریزه. یوم یفر اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، چه میشه اون زلزله ای که قیامت برپا میشه که زن از شوهرش فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه، از برادرت فرار میکنی، سرت گرفتی اینطوری، لباس بر تنت نیست، لخت مادرزا، کسی نگاه به شرمگاه کسی نمیکنه، زن و مرد نامحرم کنار هم، لخت مادرزا، عریان سرشون گرفتن، برادر از برادر، فرزند از پدر، فرزند از مادر، مادر از فلان، شاگرد از استاد، که مبادا بگه یک حسنه به من بده، ندارم، نفسی نفسیه. تو این دنیا نمیشه رو کسی حساب کرد، تو آخرت هم نمیشه رو کسی حساب کرد، رو یک نفر فقط میشه حساب کرد. هر وقت رو یک نفر حساب کردی هیچ موقع پشتت خالی نمی کنه. باور کنید رو ما هم نمیتونه حساب بکنید، ما که زنده هستیم معلوم نیست تا فردا چه بشیم. کسانی بودن 40 سال عبادت کردن بعد منحرف شدن،
نظر خدا ازشون برگشته، عالم هستن که با یک دوچرخه خریدنش به این میکروفون میگه داره روز جمعه ها روی منبر رسول الله ایستاده، مسجد جامعه منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این میکروفون به مردم میگه 2000 نفر نشستن، به این میگه داره کجا داره این میکروفونه؟ همه میدونن که این میکروفون در نیست، یا یک چک سفید تو جیبش کردن یا یه چیزی در گوشش اینطوری گذاشتن، بگو این دره وگرنه خالی میکنیم. پناه به خدا، ما هم یکیش هستیم، کسی نمیدونه فردا چه بشه. اگه چک دستمون دادن گفتن این یکش ما میذاریم نقطه هاش خودت بذار چی میشه؟ هرچی دوست داری نقطه بذار، اگه 10 تا کمه 20 تا بذار، فقط بگو این داره. یک نفر فقط پشتت خالی نمی کنه، رو اون حساب کن، اونم بالاست. خداوند خلف وعده کار نمی کنه، رو اون حساب بکن، 100% حساب بکن. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی از خدا بترس خدا مخرجی براش قرار میده، تو هر مشکلات راه براش باز میکنه، راه براش نشون میده. پیامبر حدیث قدسی صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه که خداوند میگه اگر بنده من با انجام فرائض و کم کم نوافل به من نزدیک میشه، من اونو دوست میدارم، در آسمان و زمین صدا میزنم که من فلانی رو دوست دارم، شما هم دوست بداریدش، محبتش تو همه دلها میندازم و بعد چشمش میشم که با اون چشم میبینه، دستش که با اون میده و پاش که با اون حرکت میکنه، زبانش، همه چیزش میشم پیشاپیشش حرکت میکنم، ازش حمایت میکنم. من آذى لي ولي فقط آذنته بالحرب، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. در جای دیگه میگه ان الله يدافع عن الذين آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن به خدا، دفاع میکنه. وقتی میگه خدا دفاع میکنه، یعنی جبرئیل دفاع میکنه، میکائیل دفاع میکنه، فرشتگان میان به کمکت، کل طبیعت میاد به کمکت، نصرتت میکنه، به شرطی که اونو داشته باشی و راه اونو داشته باشید. مردم خوب این روستا و خواهرها و برادرای خوب، جوانای عزیز، همدیگر رو دوست بداریم، به هم خدمت بکنیم، در کنار هم باشیم، اشکالی تو جامعه دیدیم برطرف کنیم، خوبی دیدیم تشویق بکنیم، درس بکنیم، قرآن بخونیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، ورزش بکنیم، اتحاد داشته باشیم، کمک همدیگه بکنیم، روستامون رو آباد بکنیم، یک روستای الگو قرار بدیم. این پنکه ها دل آدم خنک نمی کنه، اما فرزند صالح خوب موفق در گرمای تابستان وقتی کارنامه قبولی با معدل 20 دستشه، هوا هم گرمه، دلت خنک میشه وقتی که کارنامهش میاره. یا فرزند صبح میره مکتب خونه، غروب برمیگرده قرآن دیره بغلشه، مامان امروز 3 تا درس گرفتم، 3 تا سوره بزرگ امروز خوندم، من چقدر آدم خوشحال میشه. گرگ در کمینه و گرگ این امت ابلیسه، و ابلیس وقتی که در گله میفته رحم نمی کنه، قسم خورده است. من از همه شما تشکر میکنم، وقت دیگه دیر وقت شده، از حوصله شما بی نهایت سپاسگزارم. خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرماید. هر وقتی که دوست داشته باشید، اگه درست هماهنگی بکنید، ما در خدمت شما هستیم. ولی فرهنگی که جای دیگه پیاده شده، 5 تا و 6 تا و مال بوشهر، یکی از گناوه بوده، یکی از بوشهر بوده، یکی از فلان بوده، هر کدوم شما یه جای بوده، مراسم قرار بوده تو یک سالن تو بوشهر بگیرن، شما هم 5 تا داماد، یکی از انظره، یکی از اینجا، یکی از این روستا، یکی از پدول، یکی از اون نمیدونم کونه، یکی از 10 تا داماد تو سالن ورزشی پدول برگزار بکنی، 3 ماه بعد 10 تا داماد تو استادیوم لمزون برگزار بکنید، چقدر الفت میاد، محبت میاد، دوره هم جمع میشن، خانواده 10 تا داماد با دوستان همه جمع میشن، 3-4 هزار نفر، 5 هزار نفر، چه جشن با صفایی خواهد شد. خب من از پدرمون و بزرگمون شیخ هادی دعوت میکنم که در خاتمه هم یک تکخونی بکنن، یه دعای خیرم برای حسن الخاتمه، و شما رو به خدا میسپاریم. نظر شما مثبت یا نه؟ خواهی یک صلوات محمدی قرار خد بفرمایید.